درود بر وارثان پرچم سرنگ شیر خورشید ایران با بسته دوم امروز همراه ما باشید همزمان با خروج سفیر آلمان از ایران سفیر جمهوری اسلامی از آلمان اخراج شد بیانیه ی حوزه علمیه برای برسمیت شناخته شدن اسرائیل قوم را به هم ریخته خشم خامنه از رئیس مجمع روحانیون و دستور انحلال اثبات بیشرفی پوتین در وسط جلسه در وزارت خارجه از شما همراهان عزیز چون همیشه می که لطفا همین الان روی گزینه ای کلیک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. همزمان با خروج سفیر آلمان از ایران، سفیر جمهوری اسلامی از آلمان اخراج شد. آلمان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد، شهروند طبعی آلمانی آمریکایی، سفیر خود را از تهران فراخواند و سفیر جمهوری اسلامی در برلین را به وزارت خارجه احضار و از او خواست خاک این کشور را فورا ترک کند. آیربوک وزیر خارجه آلمان روز سهشنبه 8 آبان پس از محکومیت سریح اعدام آقای شارمهد سفیر این کشور را از ایران فراخواند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از اعدام جمشید شارمهد که روبوده و به ایران منتقل شده بود خبر داد. این اقدام با محکومیت شدید آلمان و ایالات متحده روبرو شد. ساعتی پس از اعلام خبر اعدام این شهروند آلمانی آمریکایی وزیر خارجه آلمان گفته بود اعدام جمشید شارمهد بار دیگر نشان داد چه نوع حکومت غیر انسانی در تهران حکومت می کند. حکومتی که از مجازات مرگ علیه جوانان خود مردم خود و شهروندان خارجی استفاده می کند. باربوک با افسوده بود که برلین بارها برای جمهوری اسلامی روشن کرده بود که اعدام یک شهروند آلمانی عواقب جدی خواهد داشت. وزیر خارجه ای آلمان با اشاره به دولت مسعود پزشکیان گفت این واقعیت برجسته شده که در دوران دولت جدید نیز هیچ کس امنیت ندارد. در همین حال قزاله شارمهد دختر این شهروند آلمانی آمریکایی خواستار اثبات مرگ پدرش شد و با توصیف اعدام کنندگان پدرش به عنوان جهادی های بزدل حکومت اشغالگر خواستار مجازات آنها شد. خانم شارمهد روز هشتم آبان تصویری از خود در حساب کاربریش در شبکه ایکس منتشر کرد و در حالی که علامت درفش کاویانی به همراه دارد با بستن موهایش اعتراض خود را به خبر اعدام پدرش ابراز می کند. او با انتقاد از دولت های آلمان و ایالات متحده آمریکا نوشته است از آنجا که یک طبعی آمریکایی آلمانی به طور وحشیانه و بیشرمانه رو بوده شکنجه و چهار سال گروگان گرفته شده و در صورت تایید توسط بزرگترین سازمان تروریستی جهان به تلافی حملات اسرائیل به رژیم به قتل رسیده است جمهوری اسلامی باید فوراً با عواقب جدی عمل کرده خود مواجه شود. او تاکید کرده که در صورت تایید خبر اعدام پدرش با مدرک ملموس پیکر او نباید در گروگان قاتلان رژیم اسلامی باقی بماند و لازم است فوراً به خانه برگردد تا بر اساس آداب و رسوم زرتشتیان ایران در آرامش قرار گیرد. بیانیه حوزه علمیه برای برسمیت شناخته شدن اسرائیل قوم را به هم ریخته. خشم خامنه از رئیس مجمع روحانیون و دستور انحلال روز گذشته مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه ی قوم با انتشار بیانیه بی سابقه راه حل برون رفت از بحران غزه را بازگشت اسرائیل به مرزهای قانونی پیش از تهاجم 1967 و تشکیل دولت مستقل فلسطین دانست. این بیانیه به طور رسمی و برای اولین بار به رسمیت شناختن اسرائیل را مورد تایید قرار می‌دهد. بعد از انتشار این پیام تعداد زیادی از ارزشی های وابسته به رژیم با حمله به دفتر این مجمع تابلویان آن را پایین کشیدند و آتش زدند بر اساس اعلام یک کانال تلگرامی خبر در قم شب گذشته درگیریهای های گسترده بین طرفداران مجمع روحانیون و نیروهای ارزشی وابسته به خامنه ای صورت گرفت و جو شهر را به شدت متشنج کرد این بیانیه به شدت مورد نقد گروه های داخلی قرار گرفت خامنه ای به طور غیر مستقیم از حجازی رئیس دفترش خواست تا به قم برود و هر چه زودتر این مجمع را منحل اعلام کند. کیهان نیز در مقاله‌ای به شدت به حوزه حمله کرد و نوشت گروه موسوم به مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم که با انگیزه ایجاد یک جریان موازی در مقابل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تشکیل شده بود به بهانه رخدادهای اخیر در غزه و لبنان بیانیه‌ای صادر کرده و در آن به گونه‌ای وقاحت آمیز و شرم‌آور موجودیت رژیم جعلی اسرائیل را به رسمیت شناخته است. به بیان دیگر در پوشش نام مندرآوردی مجمع مدرسین حوزه علمی قوم به مقابله با اسلام و حمایت از اسرائیلی ها برخواست است. در بخشی از بیانیه این گروه آمده است، این مجمع بازگشت این رژیم به مرزهای قانونی پیش از تهاجم 1967 و تشکیل دولت مستقل فلسطین یا همان طرح دو دولتی قدرتهای استکباری غرب را راه حل برون رفت از این بحران می داند. همان گونه که ملاحظه می شود گروه یاد شده تشکیل اسرائیل را قانونی معرفی می کند در بیانیه به خیال خود شکل غمر کرده و به عنوان یک راه حل خواستار بازگشت این رژیم به مرزهای قانونی پیش از تهاجم 1967 و تشکیل دولت مستقل فلسطین می داند. اجرهی نیز با توصیه بیت رهبری به بیانیه اخیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قوم اشاره کرد و بدون ذکر نام این تشکل عنوان کرد برخی افراد که عنوان محقق و استاد حوزه را دارند مبادرت به اقداماتی می کنند که خلاف امنیت است امروز بعضی از افراد هستند که یا وابسته به دشمن هستند مزدور دشمن هستند و در خدشه به امنیت روانی مردم خدشه به ارزش های اسلامی وارد می کنن. امنیت مردم رو به هم می زنن. چه در فضای مجازی چه در فضای غیر مجازی چه با زبانشون چه با نوشتهشون، چه با عملشون امنیت رو به هم بزنن امنیت روانی باشه امنیت غیر روانی باشه امروز واقعا برای مردم قابل تحمل نیست و ما هم نمیتونیم نسبت به این موضوعات بی تفاوت باشیم یا حتی احساس کمی داشته باشیم من شاید این هفته های گذشته با بعضی از مسئولین زیربت از جمله وزیر محترم اطلاعات رئیس سازمان اطلاعات سپاه بعضی از وزرا و از جمله وزیر محترم ارشاد و بعضی از نیروهای دیگه صحبت کردم که امروز بعضی از این اقدامات به صورت چه بسا که برنامه‌ریزی شده هستش سرنخش در خارج از کشور باشه از دشمن صورت گرفته باشه نیاز به کار هماهنگ برنامه شده و همه جانبه داره از اونا تقاضا کردیم خواستیم اونا هم اجابت کردن و گفتن که از قبل بوده یک مدتی به لحاظ شرایط زمانی فترتی حاصل شده دوباره قرار شد که به همون جمعه که از قبل بوده تقویت بشه و کسانی که امنیت روانی مردم را رو به هم میزنند حالا اونایی که ترور میکنن اونایی که آزار اذیت های دیگه دارن جای خودش محفوظ و کاراشون نیروهای زیرب دارن انجام میدن اما اونهایی که اقداماتی دارن برای دار کردن ارزش های مردم ارزش های فرنگی مردم ارزش های سیاسی مردم ارزش روانی مردم امنیت خاطر مردم رو به هم میزنن اینها برنامه ریزی بشه اونهایی که احیانا وابسته به بیرون هستن وابسته به دشمن هستن شناسایی بشن توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی اثبات بیشرفی پوتین در وسط جلسه در وزارت خارجه پس از حمله بامداد پنجم آبان اسرائیل به ایران موجی از احساسات ضد روسی در کشور بالا گرفته که در نوع خود کم سابق است از جمله جلسه سخنگوی وزارت خارجه با اعتراض یک خبرنگار که سیاست های روسیه و رهبر آن ولادیمیر پوتین را بیشرفانه خوانده به جنجال کشیده است در روزی که یک خبرنگار ایرانی از روزنامه‌ای که متعلق به یکی از مدیران سابق وزارت اطلاعات است در وزارت خارجه ایران از سیاست های روسیه به تندی انتقاد می‌کند و آن را بیشرفانه می‌خواند و در فضای ضد روسیه ایران از سوی شهروندان تمجید و تکریم می‌شود شود خوش، خوشمون بیاد یا نیاد پای رفاقتشون با اسرائیل ایستادن قبل از اینکه اسرائیل به کشور ما حمله کنه دو تا سامانه تات فرستادن به خاک اسرائیل و این پیام رو دادن که اگر ایران بخواد حمله کنه ما کنار اسرائیل هستیم روس ها ادعا میکنن که دوست ما هم. ادعا میکنن که میخوان با ما قرارداد راهبردی ببندن ادعا میکنن که در تمام این سالها کنار ما بودن هر زمان تو اوکراین به مشکل خوردن به فلاکت خوردن در باطلاق جنگ اوکراین فرو رفتن بدو بدو سراغ ما اومدن پهپاد خواستن کروس خواستن همه چی در شبی که اسرائیل به ما حمله کرد پدافند ارتش ما تنها بود تنهای تنها نه سارست به ما داد نه سخ و, و موضع وزارت خارجه دولت آقای دکتر پزشیان در قبال این بیشرفی آشکار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور متجاوز روسیه چیست اولا من خواهش میکنم دوستان سؤال مطرح بکنن اینجا صدور بیانی های سیاسی رو بذارن بر عهده وزارت امور خارجه دو در صحبت ها بسیار مهم هست که این جمع جمع فرایخته است و در بیان پرسش من خواهش میکنم که رعایت نزاکت های معمول رو حتما داشته باشیم سه در حالی که حکومت ایران سعی دارد آمریکا را شریک اولین حمله علنی اسرائیل بخواند و حتی در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح هم به آن اشاره شده شهروندان ایرانی احساسات ضد روسی از خود نشان میدهند اینک انزجار از نحوه رفتار روسیه و ولادیمیر پوتین با ایران به میزان غیرقابل باوری بین ایرانیان رسید است پس از حمله اسرائیل به مواضع متعددی در ایران که ابعاد آن به شکل رسمی نه سوی جمهوری اسلامی عنوان شده و نه اسرائیل فعلا تمایلی به انتشار دارد طرفداران حکومت از روسیه انتقاد می کنند که با بدقولی از تحویل جنگنده های سخو که می در عملیات دفاع از حریم هوایی ایران در برابر اسرائیل به کار گرفته شود خودداری کرده است. در جریان حمله اسرائیل به ایران به گفته که منابع رسمی نظامی در ارتش ایران دست کم پنج نظامی در نیروی پدافند کشته شدند. از وضعیت تحویل احتمالی تسلیحاتی و ادوات نظامی که جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر از روسیه خریداری کرده دو طرف صحبتی به میان نمی آورند اما سرتیب محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع دولت ابراهیم رئیسی حدود یک سال پیش تلویحا تایید کرده بود که روسیه خریداری ایران را تحویل نداده است روسیه و در زمان برقراری اتحاد جماهیر شوروی هیچگاه در ایران از محبوبیت برخوردار نبود است جدا کردن شهرهای قفقاز و آسیای میانه از ایران در جریان جنگ ایران و روس و تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای چنان در حافظه ملی ایران زنده است که هنوز پس از نزدیکی به دویست سال مطالبه بازگشت ناممکن این مناطق به ایران را حتی از سوی سیاستمداران با سابقه میتوان شنید. روسیه نشان داده که سیاست های جمهوری اسلامی ایران برایش ابزار حل مسائل با غرب است. اگر تا پیش از جنگ اوکراین تمایل روسیه به حفظ تنش ایران و غرب بدون وارد شدن به جنگ بود، به نظر می دستد که در برابر تنش‌های های فضاینده ایران و اسرائیل ملاحظات قبلی آن در حال تغییر است. وزیر خارجه دولت حسن روحانی گفته روسیه همچون هر کشور دیگری آمادگی دارد ایران را فدای مطامع خود در برابر آمریکا و دیگران کند. این نگرانی ها همزمان با اوجگیری بحران های و فشارهای بین‌المللی. جایگاه روسیه را در دیدگاه عمومی ایرانیان با چالش‌های روبرو کرده است و موجب شده تا احساسات ضد روسی در ایران احتمالاً به بیشترین میزان خود پس از انقلاب بهمن 1357 برسد. روسیه در سرکوب اعتراضات داخلی در ایران به نوعی یاور جمهوری اسلامی بوده و انتقاد عمومی از آن هم در مقایسه با انتقاد علنی از خامنه ای عقوبت امنیتی و قضایی کمتری دارد. یاران عزیز به پایان این بسته خبری از آوای ایران رسیدیم. یادتون باشه که با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم ما حمایت کنید. پاینده ایران